اگر من بخوام استیک خونگی درست کنم، اکثرا یه برش از گوشت گوساله‌ای می‌خرم که بینش چربی زیادی داشته باشه. گوساله وقتی از غلات تغذیه می‌کنه، بدن چربتری پیدا می‌کنه. البته آدمیزاد هم همینطوره. ولی این بار به خاطر خواست غذایی گوساله‌ای که با علف تغذیه شده این گوشت رو خریدم. شرایط نگهداریش باعث شده که این گوشت کم چرب بشه و از اون چربیای خوشمزه بین بافتیش خبری نباشه. گوشت وقتی تازه است خیلی لخته تو دست. البته گوشت تازه به درد استیک درست کردن نمیخوره. صفر میشه، طعم اصلی استیک رو نمیده. به خاطر همین من تو خونه با استفاده از یک تیکه چوب داخل یخچالم تو سردترین نقطه آویزون و بعد بیاتش میکنم. ببینید این گوشت روز دوم میشه، کم کم داره سطح سیاه میشه و هیچ رطوبتی نمونده. تعموندهای رطوبتش هم داره میزنه بیرون و میاد بیرون. من همینجا ادامه میدم. روز هفتم شد و من گوشت رو از داخل یخچال در میارم. مطمئنم خیلی ها اگر این گوشت رو داخل قصابی ببینن اصلا سمتش نمیرن، میگن مونده است و کاملا رنگش هم میبینید که سیاه شده. اصلا بذارین بهتون بگم چرا استیک غذای گرونیه. این یه تیکه گوشت 1 کیلو و 100 گرمی بود موقعی که من خریدمش، الان روی ترازو که میذارم شده 1000 گرم. یعنی 100 گرم از این گوشت دود شده رفته هوا. حالا حسابش بکنید تو یه دونه لاشه بزرگ گوساله که تقریبا حالا مثلا 500 کیلوگرم وزنش هستش، اگر بخوایم بذاریم 7 روز بیات بشه چند درصد؟ تقریبا 10% از این دود میشه میره هوا. الان مطمئنم خیلیاتون تو کامنت میگین که چرا رنگ این سیاه شده. ولی یکی دیگه از دلایلی که استیک گرونه اینه که این بعد از 7 روز مینیمم، ببینید چقدر پوستش خشک شده، سیاه شده. حالا حسابشو بکنید، رستورانایی هستن که اینو تا 60 روز این کارو میکنن، کامل این پوست سیاه میشه. تمام این پوستای سیاه باید ازش گرفته بشه. این دمارایی که روش هستش پوستای سفته باید گرفته بشه. چربی اگر بود میذاریم بمونه. ببینید دوستان، تو بازار خوردن استیک گوشت رو بر اساس میزان چربی میان بافتیش قیمت گذاری میکنن. هر چقدر که چربی میان بافتی که اسمش هم به اصطلاح ماربلینگ میگن بیشتر باشه، اون گوشت برای استیک بهتر و گرونتره. حالا شما از USDA Select که ارزونترین و کم چربترین بافت عضلانی رو داره تا وگیو A5 ژاپنی که بیشترین ماربلینگ رو داره، یه جورایی مثل کوهان گوساله شمالی هست، یه نژادی تو ایران فکر کنم ویدیوهاشو دیدین که برش میزنن توش پر چربیه، میگن کباب کوهان، مثل اون میمونه چربیش. اگر که اینا مینیمم 7 روز بیات نشه اصلا به درد استیک نمیخوره. اینا اگر که کسی بهتون نگه و آموزش استیک بهتون بده داره خیانت بهتون میکنه، چون عملا اون گوشتی که شما بیات نشده داری استیک میخوری، اصلا مزه اون چیزی که باید رو نمیده. باش خورش درست بکنین، اینا خیلی بهتره. حالا چه بهتر اگر استیک خور هستین یه قصابی رو بشناسین که این گوشتا رو داخل قصابی ایجینگ بکنه و بیات بکنه. ولی اگر که پیدا نشم من راهش رو بهتون میگم، همونجوری که خودم انجام میدم. اول وزن اینایی هم که ازش جدا کردم رو بگم، 170 گرم کم شده، 100 گرم اونجا بخار شده، 170 گرم 270 گرم. یه دو تا چهار تا کنید ببینید قیمتش چند در میاد. برش های 1 اینچی ازش میزنم، تقریبا به اون 3-4 تا استیک میده. یه چاقو با تیغه بلند داشته باشین خیلی تمیزتر میتونید این برش رو بزنید. مازاد این گوشتا میره تو فریزر، بسیار پنبه هستش، باش میتونید هر مدل کبابی درست بکنید. و استیک هم که دیگه اصلا مخصوص همین کار درستش کردیم. برای ایج کردن و بیات کردن هم 2 المان باید داشته باشین که معمولا یخچالهای مخصوصی هستن که این کار رو انجام میدن، ولی فوق العاده گرونه. تقریبا مثلا 4000 یورو یه دونه یخچال انقدیه که مثلا بتونیم گوشت رو بیات بکنیم برای روزهای بلند مدت. ولی من چون چنین دسترسی ندارم، از طرفی تو شهرمونم جایی نیستش که گوشت رو بیات بکنه تو قصابی رو بفروشه، یه خلاقیت برای خودم انجام دادم. یخچال ما درجه سرماش خوبه. برای ایج کردن شما باید 2.3 درجه حرارتتون به سانتیگراد باشه تا 3 درجه سانتیگراد، یعنی نباید خیلی گرم باشه، تو همین محدوده باید باشه. و یه المان دیگه ای هم که باید داشته باشه
اینکه یه فنهایی داخل یخچال باشه که سطح گوشتتون رو سریع خشک بکنه، رطوبتش رو سریع ازش بگیره. که یخچال ما یه دونه فن داره، منم گوشت رو دقیقاً بردم جلوی اون فنه که به سرعت بزنه رطوبت اینو ببره. هر چقدر رطوبت سطحی گوشت از بین بره، این گوشت فسادش دیرتر میشه. من ریسک نمیکنم، من تا 10 روز ولی گوشت رو اینجا بیات کردم، هیچ مشکلی هم پیش نیومده. شما اگر یخچالتون این فن و این داستانا رو نداره، میتونید یه دونه سبد بردارین، گوشت رو بذارین داخلش، تیکای بزرگ برش بزنید، همین انقدر برش بزنید، بذارید داخل آبکش، زیرش هم یه بشقاب بذارین اگر خونابه‌ای داشت ازش بره. تا 3 الی 4 روز میتونید با احتیاط گوشت رو نگه دارین. برای کبابای ایرانی 3 روز بیات شدن کافیه. من دیگه مینیمم 3 روز بیات میکنم که گوشتم نرم بشه، طعمش خوب بشه، ولی خب اگر خواستین به اندازه همینا هم میتونید بیات کنید، طعم فوق العاده بهتری بهتون میده. نمک دریا با فلفل سیاه که یکم درشت‌تر آسیاب شده باشن، پشت و روی استیک رو باید باهاش مزه‌دار بکنید. با زدن چاقو روش ادویه‌ها رو به خوردش بدین، چند تا سیرم با له کردن بذارین بغل دستتون آماده باشه. ماهی تابه رو می‌ذاریم روی حرارت که داغ داغ بشه. با چربی خود گوساله ته تابمون رو چرب می‌کنم. میتونید از روغنایی که تحمل حرارت بالا مثل روغن کره هم دارن استفاده کنید که یک مورد خیلی سالم و خوبی هستش. متوسط رو به بالا حرارتمونه. استیک رو میذاریم داخل تابه. اینجا دیگه یکی دو دقیقه اصلا کار به کارش ندارم. بعد از اون تو قسمت‌های داغ دیگه تابه میچرخونمش تا یه سطح برشته خوب بهمون بده. 3 دقیقه یه طرفش پختم، برمیگردونم دوباره 3 دقیقه یه طرف دیگه‌ش رو میپزم. کم کم داریم به اولین لول پخت استیک که همون مدیوم رر هست نزدیک میشیم. اینجا بعد از 6 دقیقه پخت کلی، اگر با مدیوم رر اوکی هستین میتونید از روی تابه برش دارین، ولی من پخت رو ادامه میدم. دمای داخلی پخت استیک رو هم براتون تو دسکریپشن مینویسم. اینجا دیگه سیرا رو اضافه میکنیم، تقریبا 15 گرم کره اضافه میکنم، بعد از اون رزماری که اگر تازش باشه خیلی بهتره ولی خشکم کارمون رو میندازه. حرارتم تا متوسط میارم پایین. مرحله بعدی بعد از 3 دقیقه پختن برش میگردونم، اون طرفش هم 3 دقیقه میپزم و در مجموع با 12 دقیقه پخت ما یه دونه مدیوم ول خوب و خوشمزه داریم. تو این فاصله کررم هی روش میریزم که چربیش حفظ بشه. هر چقدر که لولای پخت رو ببریم بالا گوشتتون سفتر میشه. در نهایت این 12 دقیقه تموم شد. اگر که گوشت مدیوم میخواستم 10 دقیقه پخت کلی براش کافی بود. از تابه که خارج کردین تا قبل از اینکه برش بزنید، این هنوز حرارت داخلیش بالاه و داره همینجور پخته میشه. یه 4 دقیقه اینجا من بهش استراحت میدم. تو این فاصله چاقو رو تیز میکنم. تو همین 4 دقیقه استراحت استیکم از مدیوم ول میشه ولداون کامل. یه خورده براده آهن هم روش میمونه که بگیرید وارد غذاتون نشه. قشنگ سیاه کرد اونجا رگم معلوم باشه. برش که میخوره سری مغزش خنک میشه و دیگه پخت و پز اینجا متوقف میشه. استیک نرم و پنبه، این قرمزی هم خون نیست دوستان، این اسمش مایوگلوبینه و یه پروتئین اکسیژن رسان به بافتای بدنه.